ها، تیوریک، تاریخی، سیاسی و روشنگران. لس آنجلس، کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا. بیننده های عزیز سلام و درود، این باز در خدمت شما هستیم. پیش از این که صحبت خود با آقای آرنفر در مورد رویدادهای بسیار بسیار جدی و تازه در قزاقستان و حوالی و حواشی قزاقستان شروع بکنیم، خدمت شما عرض بکنیم که تلویزیون بهار ممبرشپ داره و اگر ممبرشپ تلویزیون بهار شما کسب بکنین، بسیار بسیار امکانات خوبتر برای اعلانات شما از امود را مساعد خواهد بود. امیدوار هستم که همه ما و شما ممبرشپ یا عضویت تلویزیون بهار داشته باشیم. در مقدار یک مقدار پول بسیار ناچیز ماهانه میتین که هم تلویزیون کمک میشه و هم به اصطلاح یک اندازی میتونیم که ما سهم خود ادا کنیم. همچنان از شما خواهش میکنم که پیج فیسبوکی ما را لطفاً پیج فیسبوکی پندارها و گفتارها را لایک بکنین و عضو برگه فیسبوکی پندارها و گفتارها شوین که از او طریق باز ما نامها و شما را و عکسهای شما را در جریان تبصرهای شما میتونیم ببینیم. سپاسگزار هستیم. از آقای آرنفر خواهش میکنیم که در استودیو با ما بپیونده. تا زمانی که آقای آرنفر تشریف بیارن، خدمت شما باید بگویم که فردا آقای بسام برنامه دارن، ولی تلویزیون بهار بنابرای که یک سلسله جنجالای تکنیکی خود داره شاید که دفعتاً او را لایف پخش نکنه و باز برنامه شه تکرارش شما از تلویزیون بهار هم خواهد دیدین. آقای آرنفر بفرمایید با ما بپیوندین. فکر کنم که آقای آرنفر ما از دست دادیم، کدام کار شد، منتظر هستیم. این دوباره آمدن. سلام و درود جناب آرنفر، چشم ما روشن که شما را میبینیم، منتها با همون گوشکی های سابق. بله گفتم سلام و درود به شما، خوشبخت هستیم که شما را میبینیم، منتها با همون گوشکی های سابق. بله خب با درود خدمت شما و بیندگان گرامی، بسیار خوشبخت هستم که یک بار دیگر در خدمت شما قرار دارم. دیگر در خدمت هستیم با رویدادهای دراماتیک قزاقستان. بله، ما پیشتر در انانس خود گفتم، شما حتما شنیدین یا شاید نشنیده باشین که صحبت امروز ما رویدادهای آخر قزاقستان هم در داخل و هم در به اصطلاح حواشی و اطراف قزاقستان و رابطش با روسیه و شرایط فعلی است. جناب آرنفر بفرمایید دیگه، بدون از اینکه من سوال بکنم. ما خب ببینید، به خاطر از اینکه سرشت رویدادهای اخیر قزاقستان بهش پای ببریم، باید این کشور خوب بشناسیم. یعنی برای بعض کسا کاملا غیر منتظره بود، چون تو فکر میکردن که قزاقستان یک جزیره ثبات در آسیای مرکزی است و در اینجا یک نظام بسیار قوی و نیرومند و با ثبات حاکم است. کاش ما تو وقت یک نقشه شام داشته باشیم که باز در گیران صحبت شما بندازیم. اگر پرتیم خوب بسیار خوب میشه. خب بله، کوشش میکنیم که ببینید قزاقستان یکی از جمله 5 کشور آسیای مرکزی است که بزرگترینش است و تقریبا بیش از 2.7 میلیون متر مربع مساحت داره، یعنی تقریبا برابر تمام اروپای غربی است. و چیزی که بسیار جالب است که در بین دو قدرت بزرگ آسیایی قرار داره که در شمالش روسیه است که از نظر گستره یا مساحت بزرگترین کشور جهان است و از نظر توان هسته‌ای هم یکی از دو ابر قدرت هسته‌ای جهان، و همچنان با چین که در واقع بزرگترین کشور پرنفوس جهان است با 1.4 میلیارد بیشتر از اون نفوس، و در عین حال
چین دیگه فعلا دومین قدرت اقتصادی جهان است و پیش بینی میشه که شاید تا 2050 از ایالات متحده آمریکا بسیار زیاد پیش شود. یعنی پیش بینی هایی است که امکان داره اقتصاد چین دو برابر اقتصاد آمریکا شود اگه به می آهنگ رشد فعلی پیش بره. خب از طرف دیگه قزاقستان یک با وجود از اینکه کشور بسیار پهناور است نفوس بسیار کم داره، یعنی در حدود 18 میلیون نفوس داره و از این جمله هم با گمان غالب خود مردم قضا کمتر از نیم جمعیت است. یه هم یک مشکل دیگه است که اضافه میشه و از نظر تباری هم مردم شرق قزاقستان مطلقا مغولی تبار هستند و در شمال که است در اونجا روسا زندگی میکنن اکثرا که در حدود یک سیوم جمعیت قزاقستان کسان است که زبانشون روسی است و در حدود 30 میلیون نفر روس تبار هستند که اینا روسی هستن. و خب در زمان شوروی سابق بعض قسمت های سایبری جنوبی و بعض قسمت های اورال جنوبی را به گستره قزاقستان دادن و این دلایل جیوپولیتیک داشت که اینا بتانن که یک حائل داشته باشن بین یعنی اقوامی که در جنوب زندگی میکنن مثل قزاقها و قرغزها و ازبکها و تاجیکها و ترکمنها و اینا و خود روسیه که بر روسیه یک سپر دفاعی به شکل یک منطقه آیل داشته باشند. و در جنوب قزاقستان در اینجا قزاقها زندگی میکنند که اینا یک آمیزه هستند از اقوام اروپایی مثل اوسونها و اقوام مغولی تبار و اقوام ترکی و غیره و غیره و در یک اقلیت بسیار کوچک ترک هم در منطقه ترکستان در اینجا زندگی میکنند. اگر آقای فرید کدام نقشه قزاقستان داشته باشین در جریان صحبت های آقای آرن فرمندازین بفرمایید. بسیار خوب میشه. خب چیزی که بسیار جالب است بر ما ایست که خب از یک چیزی که باید متوجه باشیم که قزاقستان چند برای زندگی دیگه هم داره. یکی که بزرگترین کشور دارنده یورانیم جهان است که 18% کانهای یورانیم دیگه پیدا میشه. خود از یک بحث بسیار مهم است. در عین حال در حدود 10% مس جهان داره. و همچنان منابع بسیار بزرگ نفت و گاز هم داره و گذشته از او یک تولید کننده بسیار بزرگ گندم هم هست و مقدار زیاد فلزات مختلف کمیاب و رنگی اینا رو هم داره و پایگاه هوایی بایکونور که در اونجا در واقع یک پایگاه پرتاب رقم کیپ کارنوال امریکا هست پرتاب موشک‌های کیهانی و اینا که خود یوری گاگارین اولین کیهان نورد هم از همیه پرتاب شده بود و اولین ماهواره که به نام سپوتنیک شوروی سابق پرتاب کرده بود از همیه بایکونور پرتاب کرده بود. خب حالا ما بیایم سر یک کمی نزدیکتر. اگر ما بخوایم که به کنه رویدادهای کنونی تا قزاقستان پی ببریم اتون بر شما عرض شده که در دوره گورباچوف در اوج یک کسی بود به نام کونایف که ای از دوره برژنف فقط دبیر اول کمیته مرکزی حزب کمونیست قزاقستان بود و عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست اتحاد شوروی ولی مناسبات از او با صدر اعظمش که روستبار بود بسیار زیاد پیچیده بود و گورباچوف هم در نتیجه مناسباتش با کونایف بر دلیلی که بود خراب شد و کونایف بر کنار کرد و به عوض از او همین صدر اعظم روستبار دبیر اول حزب کمونیست قزاقستان ساخت. در اون وقت در قزاقستان تقریبا نیم نفوس یعنی روسی زبان بوده ولی این با مخالفت بسیار شدید مردم قزاق بله روبرو شد. خب در این نقشه میبینیم که قزاقستان یک کشور بسیار پهناور است و در این منطقه یعنی یک جایی است که به نام یعنی دریاچه بالخواه یاد میشه و این طرف در طرف غربش هم در اینجا کسپیان است و در جنوبش ما میبینیم که همو عدد 3 که زده جمهوری قرقیزستان است و بعد از او ازبکستان و ترکمنستان درست؟ طرف شرق یک سرحد بسیار کوچکی هم با مغولستان داره و همچنان با اویغورستان چین و در بالا 7600 کیلومتر مرز مشترک با فدراسیون روسیه داره. خب یعنی در اینجا وقتی که شورش های در آلماتی برپا شد و مردم شورش کردن گورباچوف ترجیح داد که یک نفر قزاقی تبار را در رأس بگیره که اینمی آقای نظربایف بود در وقتی روی کار و صدر اعظم بود.
بله خب در همی در واقع 32 سال گذشته که از یادسه میگذره، یا اگر باز شوروی بگیریم 30 سال، آقای نظربایف رهبر قزاقستان بود. یعنی امیر روستبار از جناب رهنفر بود؟ نه، ایره به جای روستبار ببینید وقتی که کولایف رو برطرف کرد گرباچوف، یک روستبار آورد، حالا نامش یادم رفته چون بسیار سی دهه گذشته، بله، ولی مردم شورش کردن، اینو نپذیرفتن و گرباچوف مجبور شد که آقای نظربایف که صدر اعظم بودی و زوبیرا، درست؟ بله. یعنی اول کولایف دبیر اول حزب کمونیست قزاقستان بود و صدر اعظمش روستبار بود، او صدر اعظم به جای کولایف گرباچوف که آورد، مردم علیه ازش شورش کردن و باز گرباچوف مجبور شد را پس کنن و آقای نظربایف مقرر کنن. متوجه شدید؟ این یک بحث شد. یعنی در اون وقت که او روستبار منشی اول کمیته مرکزی حزب کمونیست قزاقستان شد، آقای نظربایف صدر اعظم بود. آها. و او را به جای ازش کاملا بسیار خوب، بله. یک چیز واقعا باید اعتراف کنه که نظربایف سیاستمدار بسیار زیاد برجسته بود. یعنی من خودم شخصا با آقای نظربایف، با آقای امی توقایف که فعلا رئیس جمهور است و با آقای کریم مسیموف که صدر اعظم بود و بعد از رئیس امنیت شد و فعلا گفته میشه که او برکنار و حتی زندانی شده، اینا را بسیار از نزدیک میشناسم و با آقای توقایف حتی پیش از اینکه رئیس جمهور شود، این زمانی که بالا کابل بودم، یک کنفرانس شده در هتل انترکانتیننتال که از طرف پروفسور کستار آمریکایی برگزار شده بود با نام آسیای میانه بزرگ و همی رای ابریشم آمریکایی مسائل، و در او آقای توقایف وزیر خارجه بود که در اونجا آمد و در او کنفرانس اصولا باید دکتر عبدالله اشتراک میکرد و آقای دایت امین نرسلا و بعض کسای دیگر، اما روزایی بود که مناسبات دکتر عبدالله بسیار خراب شده بود، بسیار تیره شده بود با کرزی و به نمایندگی از وزارت خارجه ما رفتم دیگه، یعنی در حقیقت دروجه و ما اولین بار آقای توقایف در اوج دیدم. آقای نظربایف سیاستمدار بسیار خردورز و بسیار آدم هوشیار و آدم بسیار مدبر و با تدبیر و سیاستمدار بسیار آگاه بود. خب ما تو فکر میکنم که اگر دوره فرمانروایی آقای نظربایف را به سه بخش تقسیم کنیم به موضوع خوبتر فهمیده میشه، که 10 سال اول، 10 سال دوم و 10 سال سوم، درست؟ صدای ما داریم، بله؟ صدای ما داریم؟ صدای شما رو داریم، بله، بفرمایید. بله. خب، وقتی که آقای نظربایف روی کار شد، طبعا در آلماتی امو سیاستمدارای کوناپخ سابق که او را روسا به نام نومنکلاتور یاد میکردن و امو اعضای قبلی حزب کمونیست شوروی، با این طبعا مخالفت های زیاد داشتن. نظربایف پایتخت به شمال بود و این پایتخت کنونی که فعلا به نام نورسلطان یاد میشه، در گذشته های به نام سلیناگراد یاد میشه، در دوره شوروی و بعد از این وقتی که قزاقستان مستقل شدیده به نام آکملا یاد کردن، آکملا، و بعد از او به آستانه که یعنی آستانه پایتخت ما نامیده، یعنی یک آستان دربار بود، یک کلمه فارسی است البته، و بعد از او با بنام به افتخار آقای نظربایف نور سلطان نامش گذاشتن. این دو دلیل داشت، یکی که در خطر فروپاشی قزاقستان و پیوستن اینمی بعض ایالات که در اونجا روس ها اکثریت داشتن در روسیه بسیار بالا بود و این به خاطر که کشور خوبتر کنترل کرده و بتونه این پایتخت انتقال داد بالماتی، از طرف دیگه به خاطر از اینکه از شر امو سیاست مدارای کنکار سابق رایی پیدا کنه. وقتی که آمد آلماتی در استانه پایتخت نو، یک بخش از اون سیاست مدارای قبلی را که متعلق به خودش و عوادار خودش بود گرفت به استانه آورد و دیگران را همون جمعه دو طبله بسیار با مهارت تانست یک بخش از یاره کاملا خانه‌نشین بسازه و یک بخش دیگر در شورای ملی یا مجلس پارلمان و سنا و اینجا با دانه امتیازات اینا را مصروف نگه کنن. یک چیز دیگران باید متوجه باشین که خود مردم قضا ساختار قبیله ایشون رو تا به حال حفظ کردن. اینا با آنچه که ما و شما قبیله میگیم در قزاقستان داره جز میگن، یکی ایل به مفهوم یعنی قوم بزرگ، درست؟ بله بله بله. که در گذشته اینا هر ایل از خود یک سرکرده داشت که به نام ایل آقاسی یاد میشه، کلمه آقاسی آقاسی که ما و شما داریم، ایل آقاسی یعنی آقای ایل، درست؟ بله. و اینا معمولا با خب
این قزاقایی که در مناطق شرقی سینا کاملا مغول تبار هستند، بحث از یال آیده است. ولی خود قوم قزاق متشکل از سه بخش است. یک بخش از به نام جز جنوبی یاد میشه که قزاقا معمولا کلمه جز جیم با جی تلفظ میکنن، جز میگن یا جز. جز جنوبی که خود آقای نظربایف هم از این مناطق جنوب شهر آلماتی و از این جز کلان است، به نام جز کلان یاد میکنن. و یک همین جز کوچک است که در مناطق غربی که فعلا شورش بسیار زیاد شد، در این مناطق غربی است. و یک هم جز شمالی است که اینا چون زیاد امرای روسا آمیزش پیدا کردن، بسیار گرایشان به طرف روسیه است. اینا در این 30 سال گذشته دو نوع جریان در قزاقستان بوده، یکی جریان روسوفیلی و یکی روسوفوبی، یعنی یک جریان هوادار روسیه و یک جریان مخالف روسیه. آنچه که جریان موافق روسیه است، خب طبعا در گاب نخست خود روستوارا میه و بعد از روسی زبان ها میه. روسی زبان که میگیم در روی تعداد زیاد اقوام شامل است. مثلا در زمان جنگ دوم جهانی منطقه کونیکسبورگ که حالا به نام کالینینگراد یاد میشه، این جزء خاک آلمان یا پروس شرقی بود و استالین وقتی که مناطق گرفت، آلمانی ها را همیشه در قزاقستان در این مناطق قرقنده که در شرق آستانه است و این مناطق یعنی دریاچه بالخاش، این مناطق در مناطق مرکزی قزاقستان اینا را جای به جای ساخت، در اینجا جای داد. خب طبعا اینا هم روسی زبان حساب میشن با وجود از اینکه جرمن هستن. و از طرف دیگه خود ناسیونالیست های قزاق که بیشتر در بین از یاد ای اواخر بعض اندیشه های پانتوپیستی هم رشد پیدا کرده، اینا تا یک اندازه مخالف روسیه هستن و عناصر اسلامگرا، چی عناصر وهابی هستن یا اخوانی هستن یا چیزی از اعضای مختلفی که پیدا شده، یا بعض قزاق هایی که در جنگ های سوریه اشتراک داشتن، یا کسانی که بیشتر به ترکیه نزدیک هستن، اینا طبعا مخالف هستن با نفوذ روسیه در اینجا. و طبعا یک تعداد عناصر غربگرا هم در قزاقستان است. نظربایف بعد از اینکه به قدرت رسید، به خاطر از اینکه یک نسل تعویض کنه، این یک کار کرد که یک تعداد زیاد جوانان را که چند هزار نفر میشد، اینا را به کشورهای مختلف بر تحصیل فرستاد، از جمله به انگلستان و آمریکا که در کشورهای انگلوساکسون. و بعد از بازگشت این جوانان را در کرسی‌های بسیار بلند دولتی گماشت، به خاطر که می‌خواست که یک تیم کاملا وابسته به خود داشته باشد. درست؟ بله. من تو فکر میکنم که نظربایف تونست که در 10 سال اول زمامداری خود قزاقستان را به یک کشور بسیار مقتدر در البته در مقیاس آسیا و یک کشور بسیار باثبات و رو به رشد و شگوفان مبدل بسازد. یعنی سطح زندگی واقعا بسیار بالا بود. یک بحث است که آدم نمیتونه ایره نویده بگیره. از در بود سیاست خارجی، یک سیاست بسیار ظریف را پیش گرفت که به نام سیاست چند محوری یا چند پیکانی یا چند یعنی ویکتوری چند محوره این را پیش گرفت، به خاطر از اینکه قزاقستان در بین روسیه و چین، یعنی دو قدرت بسیار بزرگ آسیایی قرار داشت و باید یک نوع تعادل و توازن حفظ میکرد که بسیار موفقانه عمل کرد و در عین حال کوشش داشت که غرب هم پایش و معادله بکشاند، چنانچه روابط بسیار نزدیک با آمریکا و اتحادیه اروپایی داشت و در عین حال بسیار تلاش داشت که کشورهای منطقه‌ای را مثل ژاپن، کوریا، هند، ایران، عربستان، امارات، ترکیه، این کشورها را هم پایش و نحو زنها در اقتصاد قزاقستان بکشاند. مخصوصا بسیار موضوع اساس نفوذ روزافزون چین بود که اگر روسیه با چین به تنهایی در این کشاگیر کشاکش می بود، طبعا از نظر اقتصادی روسیه نمیتونست که با چین رقابت کنه و با گذشت هر روز نفوذ چین زیادتر شده میره، ولی نفس حضور کشورهای دیگه تا یک اندازه کمرنگ می ساخته می بود در کل وزن مخصوص چین. این یک بحث است که ما شاهد از این بودیم در 10 سال. خب 10 سال دوم فرمانروایی نظربایف در یک حالت ثبات نسبی سپری شد، ولی در 10 سال اخیر حوادث رخ داد که روز به روز ما میدیدیم که این ثبات متزلزل‌تر میشه و مخصوصا وضع اقتصاد قزاقستان در حالت رکود بود. یعنی 10 سال گذشته اقتصاد کاملا در حالت رکود بود و سیر نزولی مخصوصا در 2 سال اخیر.
حالا اگر تو فکر کنین که روسا در دوره یعنی 30 ساله گذشته در حدود 50 میلیارد دلار مستقیم و یا غیر مستقیم در اقتصاد قزاقستان سرمایه گذاری کرده بودند و مخصوصا در همین 10 سال اخیر در حدود 2.5 میلیارد دلار، ولی کشورهای غربی در کل اینطور ببینیم که مجموع سرمایه گذاری خارجی در قزاقستان در همین 30 سال اخیر در حدود 370 میلیارد دلار ارزیابی میشه، که از جمله 90 میلیارد دلار از زیر تمام آمریکایی ها سرمایه گذاری کردن. بله و متوقع شده یک کشورها، ولی خب با گذشت زمان وزن چین روز به روز زیاد شده میره، به خاطر از اینکه چین از یک طرف بزرگترین خریدار نفت قزاقستان بود و همچنان گاز قزاقستان هم میخرید و همچنین یورانیم و فلزات، و چینایی ها یک پایپلاین های زیاد اعمال کرده بودند و همچنان سیاری کارخانه های زیاد و فلزات اینا رو خریده بودند، و در بسیار بخش های دیگه هم بسیار زیاد روز به روز اینا فعال بودن، مخصوصا که همین بحث استراتژی یک کمربند و یک راه چین که ریدس گرفته شد. بله. خب این وضعیت قزاقستان به این حالت بود. در 10 سال اخیر یک سلسله یا تا 12 سال اخیر یک سلسله رویدادهای دراماتیک در قزاقستان صورت گرفت. نظر با گذشت هر روز طبعا کهنسالتر و فرتوتتر و بیمارتر میشد و از نظر فیزیکی و روانی طبعا توان از این بر رهبری تو یک کشور بزرگ در یک شرایط اساس روز به روز کمتر شده میرفت. برعکس نقش خاندان از این بالاتر شده میرفت. اما خرابی اوضاع شروع شد که نظرباف سه دختر داره که دختر کلانش به نام دریغه یاد بشه، دریغ که ما میگیم دریغه، و دختر دومش عالی است و سومش نمیفهم که گلناره است یا چیزی یادم رفت نامش. خب به هر حال یک ذره حافظه هم ده چندان ده جای نیست. خب به هر حال کل بحث سر دختر کلان ازی بود که این خانم دریغه که بود شوهری داشت به نام علی که این معاون اول وزارت خارجه بود و مناسباتش بسیار زیاد خراب بود با همراه آقای توقایف. اما روزای اولی که ما به عنوان سفیر در قزاقستان رفتم فورا متوجه شدم که مناسبات آقای علیف با آقای توقایف خراب است، و این باعث شد که آقای نظربایف دامات خود روان کنه به عنوان سفیر در سوئیس. در عین حال مناسبات از این آقای علیف با همسرش که خانم دریغه بود بسیار خراب شد، و این باعث شد که بالاخره او علی خانم خود و علی خسر خود جوابگیری کنه و بالاخره از سفارت عمر بر کنار کردن، و او یک کتاب علی نظربایف نوشته کرد که بسیار از اسرار خانوادگی را افشا ساخت و بعض موضوعات دیگر، و بسیار به صورت مرموزی آدم در سوئیس از بین رفت که آوازهایی بود که گویا ایره کاجیبی روسیه بنا به خواهش آقای نظربایف حذف کرده. خب اینکه تا چه اندازه درست است نگفتن نمیتونم، اما به هر حال این آدم در یک شرایط بسیار مرموز از بین رفت. خب بعد از اون بچه ازی که در واقع به خونخواهی پدر خود برخیست و در لندن آمد و اپوزیسیون قزاقستان رهبری میکرد و بسیار شدید موضع‌گیری داشت علیه پدرکلان خود، و بالاخره او هم تقریبا یک 2 سال پیش به صورت مرموز کشته شد در لندن. خب این موضوعات بود که در خانواده آقای نظربایف رخ داد. بله. آقای نظربایف تقریبا 2 سال پیش متوجه شد که بیش از این دیگه نمیتونه که رهبری قزاقستان از نظر فیزیکی به دست بگیره. بنابراین این آقای توقایف که یکی از سرسپرده‌ترین افراد و افراد کاملا مورد اعتماد مطلق خود بود، ایره در ابتدا باعث، خب البته همون وقتی که تو ما سفیر بود میره باعث رئیس پارلمان انتخاب کرده، و رئیس پارلمان از نظر قانون اساسی قزاقستان نفر دوم کشور است، یعنی او معلوم بود که جانشین آقای نظربایف آقای توقایف است. ولی در خانواده نظربایف هم افراد اشخاص زیاده بودند که دایره رهبری رو داشتن، که از اون جمله شوهر یعنی دختر دومش که به نام آلیا خانم است به نام تیمور اسکرویچ تولیبایف، که ای در رأس شرکت کاز مونای گاز، مونای و در زبان قزاقی نفت میگن، یعنی شرکت نفت و گاز قزاقستان که بزرگترین شرکت قزاقستان بود از نظر منابع درآمد و بعد از منابع یورانیم، یعنی تقریبا میشه گفت جایگاه دوم داشت. خب این آقای تولیبایم هم سکه سرمایه‌دارای بسیار بزرگ قزاقستان بود که میخواست که جایگاه اول کشور رو بگیره. رقابت بود به هر حال. در سالهای بعد 2 نفر دیگه هم به اینا اضافه شد، که یکی از این به نام صمد ایرگش که این یک خواهرزاده یا برادرزاده ایش هست نمیفهمم، و همچنان کسی دیگه به نام غیرت ساتی بیلدیف
که بود و خب تنها این نبود و خود یک برادرم آقای نظربایف به نام بولاد یا فولاد داره که شما فولاد بگیم یا پولاد اونا پیره بی تلفظ میکنن بولاد. اینا هم گرچه خودش به هر حال تاثیرات زیادی نداشت ولی بچه هایش ادعای داشتن. این یکی از مشکلاتی بود که خود آقای نظربایف فرزند پسر نداشت که در واقع در کشور شرقی جانشین ازش شد و دقیقا همون آنچه که در ازبکستان رخ داد در اینجا هم متوجه بود. خب به هر حال اینطور ارزیابی میشد که گویا آقای نظربایف خودش میخواهد که علمی قدرت در خاندان از این بعد از خودش بمانه. بنابراین این چی کرد؟ با وجود از اینکه آقای توقایف در اصل انتخابات حمایت کرد که رئیس جمهور شد و خودش به حیث رئیس شورای امنیت ملی با تمام اقتدار در پشت پرده باقی ماند و این را بودم بسیار قرینه سازی کنه و میشه گفت که به مو وضعیت میمون که آقای پوتین و مدیدیف بله. که بله بله جای بله. خود را تبدیل کردن در پشت پرده پوتین صدر اعظم بود ولی کل قدرت دستش بود. بله. اینجا عین نگه ببینید دیگه چند چیز شد. آها. خود نظربایف رئیس شورای امنیت ملی بود و را مادام العمر نظر به قانون اساسی یک یعنی میخواست که تا پایان عمر به حیث رئیس شورای امنیت ملی بانه که تمام قدرت نظامی انتظامی و امنیتی دست خودش بانه. دو آقای کریم مسیموف که کریم مسیموف خودش یک اویغور تبار است که او را ما از نزدیک میشناسم و چند بار امرایش ملاقات کردیم صدر اعظم بود و دو دوره صدر اعظم بود و این یک مدت زیاده در چین زندگی کرده بود و این را نظربایف به این خاطر صدر اعظم ساخت که اگه بتونه الگوی چین در قزاقستان پیاده کنه و همون رشد سریع که راپید دی اگه من در انگلیسی صحیح تلفظ کنم دیولوپمنت بله یعنی در حقیقت توسعه سریع را که در چین بود یک الگو برداری کنن از همین خاطر این را آورده بود در اینجا که این صدر اعظم ساخت و اقتصاد کشور برای از این کنی رکود از بین ببرد و هیچ اویغور تبار بود این را به حیث رئیس امنیت ملی و در اونجا کمیته امنیت ملی میگن در شوروی کمیته امنیت دولتی بود اینجا کمیته امنیت ملی میگن یعنی KNB درست؟ بله. کاگه بود چه کاین بود. ولی فقط یک تغییر نام است. به هر حال و در عین حال اینمی آقای صمد یرگاش خورزاده خود به حیث معاون از اول از این قرار کرد. یعنی هم یعنی در حقیقت تمام نیروهای امنیتی و انتظامی و اطلاعاتی در دست خود آقای نظربایف بود. کمایی که به تمام ولایات و ولسوالی‌ها و تمام جای‌ها افراد اشخاص شخص آقای نظربایف قدرت بود و در عین حال دختر خدا خانم دریغه را دختر کلان خدا رئیس رئیس پارلمان انتخاب کرده بود که نفر دوم بود. یعنی اینطور بررسی میشد که بعد از گذشت یک مدت انتخابات اگر شود در او صورت یک کسی باید از خاندان آقای نظربایف رئیس جمهور میشد و آقای توقایف رئیس یک فیگور موقت و انتقالی در نظر گرفته شده بود. اما خب از قدیم میگن که در یک اقلیم دو پادشاه نمیگنجه. درست. بنابراین به کشمکش مبدل شد و این کشمکش بین آقای توقایف و آقای و ای اطرافیان نظربایف بود. یعنی به اعضای خانوادش. یعنی با خانم دقیقا در قدم اول دست به یخن شدن و بعد از او با ای خوارزاده های آقای نظربایف و آقای مسیموف که رئیس امنیت ملی بود اینا یک سلسله مشکلات با وجود آمد مخصوصا که آقای مسیموف باعث رئیس امنیت ملی تمام گزارش های مسائل امنیتی را به آقای نظربایف میداد و رئیس جمهور در یک خلای اطلاعاتی به سر می برد. این کشمکش ها باعث شد که اوضاع تغییر کنه و از طرف دیگه یک مشکل دیگه هم که به وجود آمده بود تمرکز بیش از حد سرمایه در دست خاندان نظربایف در سالهای اخیر این موجب شده بود که جامعه به شدت دو قطبی شود. یعنی اگر آنقدر سرمایه دار آنقدر یعنی اینا بودن که از سطح امریکا و اروپای غربی هم که بالاتر من یک مثال براتون میگم در اون جایی که من در آستانه زندگی میکردم به عنوان سفیر موتر که من داشتم 40000 دلار قیمت داشت که ارزان ترین موتر بود و در اون کسایی که زندگی میکردن هر موتر که میدید $2,000 و $3,000 قیمت داشت به این اندازه سطح زندگی از اینا بالا بود. به هر حال این باعث شد که یک تعداد مردم بسیار فقیر و نادار و یک عده فوق العاده سرمایه دار باشه که قصرهای بسیار زیاد افسانه ای در موناکو و نمیفهم در لندن و در پاریس و در ترکیه و در مسکو و کجا بود که اینا در اینا
صاحب کاخهای افسانه ای نبودن و سرمایه های میلیاردی و تمام بانک های بزرگ و تمام پول دست از نو بود و این طبعا باعث نارضایتی مردم میشد. چند حادثه در این مخصوصا در دو سال اخیر باعث شد که فوق العاده مردم و زندگیشان خراب شد. یک، شما تو فکر کنید که در مثلا 12 سال پیش نفوذ قزاقستان 9 میلیون نفر بود و حال 18 میلیون شده، ولی درآمد کشور اون چیزی که بوده تفاوت نکرد. یعنی میبینید که اتومات 50% و زندگی تراز زندگی مردم پایین اومده. یک، دو، انفلاسیون یا تورم. بله. تورم هم یعنی میشه گفت که 100% بوده، یعنی ارزش پول دو چند پایین اومده بود نسبت به اون سالهایی که ما در وجود بود، درست؟ این خود از این یعنی وقتی که ما میبینیم دو چند دلاله یعنی دو چند دوگان پایین میبرسد زندگی ده. در پولی از او درآمد کشور هم دو چند پایین اومد. به خاطر چی؟ به خاطر که دو سال پیش بهای نفت و گاز بسیار پایین اومده بود. متوجه شدین؟ بله. و این در حال است که دو سوم درآمد قزاقستان نفت و گاز تشکیل میده. درست؟ این پایین اومد. بعد از او فاجعه یا مصیبت کرونا که اومد، طبعا ورود شرکت های خارجی، سرمایه گذاری خارجی و این مناسبات که بودن همه از این برهم خورد. درست؟ تجارت این موضوع، توریسم و چیزا. این همه این مسائل دست به دست هم داد و مردم عادی که می دیدن که خاندان آقای نظرباف و این ایلیت ها و نخبگان سیاسی که در بالا هستن زندگی های افسانه‌ای و کاخ‌های افسانه‌ای و سرمایه‌های میلیاردی داره و مردم نان خوردن ندارن. خب تقریبا یک چیز مشابه با شرایط 20 سال اخیر افغانستان. طبعا اگر ما میتونیم اگر قرینه سازی کنیم شاید تو یک چیز باشه. حتی در زمان شاه ایران هم این چیز بود که جامعه بسیار به شدت دو قطبی شده. این مشکل جامعه است. یک مشکل دیگر رو من خدمت شما عرض کنم که در تمام جمهوری‌های پس از شوروی، خب در گذشته یک رژیم توتالیتار بود، یک رژیم تمامتخواه و تمامتگرا بود. بعد از او اینا آماده دموکراسی نبودن به از فروپاشی. خب بخاطر از اینکه به سوی دموکراسی پیش برن باید زمینه سازی شود، اقتصاد باید ترازش بالا بره، جامعه مدنی باید به وجود بیاد، احزاب سیاسی به وجود بیاد، آزادی مطبوعات بیاد، فرهنگ سیاسی بیاد. اینا مجبور بودن که از یک معبر اتوریتاریسم یا اقتدارگرایی عبور کنن. در 10 سال اول آقای نظرباف به عنوان یک رئیس جمهور اقتدارگرای دارای اتوریته، یعنی در عین حال که رژیم اتوریتار بود، این آدم دارای یک اتوریته خاص بود. این بسیار مهم است که اگر در یک دوره اتوریتاریسم رئیس جمهور از اعتبار مردمی برخوردار باشد، از اعتبار ملی و بین المللی برخوردار باشد که آقای نظرباف بود، مردم واقعا دوستش داشتن و در سطح جهان هم سیاستمدار بسیار خردمند و پراگماتیک حساب میشد. خب بدبختانه اگر در دوره رقم آقای کرزی یا آقای غنی بیاد دیگه نتیجهش طالبانست. درست؟ چیز دیگه نباید انتظار داشت. این سال مهم است که در دوره که کشور یک رژیم اقتدارگرا و اتوریتاریسم باشد، در اوج باید یک شخص دارای اتوریته در دست باشد کاملا و دارای پایگاه ملی و بین المللی که از هر دو مشروعیت برخوردار باشه. خب به هر حال، ولی در 10 سال دوم یک حالت ساکن نداشت، یک حالت که روسای رزستوی میگن دوره برژنف که نه بالا میره و نه پایین. ولی در 10 سال اخیر این سیر نزولی رو پایین بود و مخصوصا در 2 سال اخیر. حالا برمیگردیم به همین حوادث اخیر که چرا این حوادث رخ داد. بله. خب من خدمت شما عرض کردم که مردمی که در غرب قزاقستان زندگی میکنن، اینا قزاقای هستن که مربوط به جز یا جز غربی یا قبایل غربی هستن که اینا به گونه سنتی در سیاست و اقتصاد نقش زیاد ندارن، ولی در این تمام اینمی ذخایر نفت و گاز قزاقستان در این مناطق غربی است که در این کرانه های دریای خزر یا کسپیان واقع است اینجا، مخصوصا در مناطق جنوب غربی. ببینن اینا نفت و گاز تولید میکنن، نفت و گاز از یارا میبرن، ولی این مردم هیچ چیزی برشان نمیرسه، نه در دولت سهم دارن، نه در قدرت سهم دارن و نه والیا و رسولا و علاقدارا از خودشون گزیده میشه، کلش از مرکز گماشته میشه و نه ثروت تقسیم میشه. بله. خب در گذشته که اینا نارضایتیشون دیگر رقم بود، مثلا در روی شرکت شیل انگلیس بسیار قوی است، شرکت های امریکایی است، شرکت های انگلیسی است، شرکت های ترکیه است، شرکت های چینی، کلش کار میکنن. اینا با چشم خود می‌دیدن که یک کارگر خارجی مثلا چند هزار دلار معاش داره و ما چند صد دلار، یا یک انجینیر خارجی چقدر می‌گیره و ما چقدر می‌گیریم، و باز این نفت و گاز ما که میره پول از کلش تعلق می‌گیره. و مخصوصا در اینجا اینمی آقای تولیبایف که رئیس کازمانه گاز بود، تمام اینمی عواید نفت و گاز با در حقیقت
دامات نظر با تعلق میگیره. این یک مشکل دیگه بود که سال کم نفر میفهمند با ما چون گزافه گویی نشد کارشناس مسائل آسیای مرکزی شناخته میشم به این مسائل بسیار جزئی من میفهم وارد هستم. ببینید قزاقستان در این مناطق جنوبی ازی اکثر موتورات فقط با گاز مایع حرکت میکنه، گازوئیل که میگن درست ایواز بنزین گازوئیل استفاده میکنن. دلیل از چیست؟ دلیل از که وقتی اینا گاز رو روسیه صادر میکنن در منطقه اورنبورگ روسیه در یک بزرگترین کارخانه تولید گاز مایع یا LNG وجود داره، گاز از قزاقستان در اونجا میره و وقتی که گازوئیل تبدیل میشه دوباره پس اینجا میاد. در گذشته وقتی که قیمت جهانی گاز پایین بود، قیمت گاز هم در حدود 50-60 تنگه بود این واحد پول قزاقستان، ولی در این ما در این چند ماه اخیر ناگهان شاهد هستیم در اثر بحران اوکراین و فرانسه زمستان قیمت گاز از هر متر مکعب $1,000 با سه چند بالا رفت. بله بله اینا اینمی شرکت آقای تیمور عسکری تولیبای که دامات نظربای هستی گاز در روسیه که میفروخت، وقتی که گاز مایع را میخرید تمام ایره با یک بهای بسیار گزاف میخرید دیگه نمیتونست که با سوبسیدی ایره با عرضه کنه. در نتیجه اعلام شد که بهای گاز مایع از این بود با از طریق بازار بورس تعیین میشه و یک نرخ شناوری ناگهان از 60 تنگه به 120 تنگه خیز زد دو برابر. و این باعث و شما میفهمید که وقتی قیمت نارضایتی مردم بله بله تمام چیزا بالا میره، تمام مواد خوراکی بالا میره. خب حالا شما ببینید کلش روی هم انبار شد، یعنی هم انفلاسیون یا انفلیشن تورم پولی از یک طرف درآمدا پایین آمد، معاشات در مو حالت بود، قیمت مواد نفتی هم بالا رفت دو چند و مواد خوراکی هم ناگهان بالا رفت. این باعث نارضایتی شد درست ناگهان در این منطقه مردم خیستن و دست به تظاهرات زدن. خب این مرحله یک مرحله عادی بود. خب در گذشته یک بار دوام این مردم دست به تظاهرات و شورش برای راه پیمایی زده بودن، در وقت به شدت سرکوب شده بودن که اکتیدات کشته هم شده بودن، ولی خب در وقت مجامع بین المللی بسیار زیاد سرصدا برپا کردن و دولت قزاقستان مورد نکوهش قرار دادن. این بار نمیخواستن که همین موضوع تکرار شد، بنابراین اینا دولت عقب نشینی کرد. با تاریخ 2 شورش ها صورت و تاریخ 3 اعلان شد که ما حاضر هستیم که دوباره پس بهای گازوئیل یا گاز مایع را از 120 تنگه و 50 تنگه پایین بیاریم و در عین حال تا 6 ماه دیگه ما اجازه نمیتیم که نرخ مایحتاج اولیه یا مواد مورد نیاز اولیه بالا بره، به می حالت فعلی باید باقی بمونه. دولت سوبسیدی ولی کار از کار گذاشته بود، یعنی دامنه نارضایتی شورش سراسری شده بود که در تمام ولایات مردم با پا خیستن. تا اینجا هیچ مسئله نبود، یک شورش کاملا طبیعی بود، یک خیزش مردمی بود، مردم ابراز نارضایتی داشتن از وضع اجتماعی، از وضع نابسامان سیاسی و وضع اقتصادی. اما حوادث به تاریخ 4 و مخصوصا 5 شکل دیگه گرفت، یعنی 4 جنوری و 5 جنوری 2022. بله در تاریخ 4 جنوری حوادث طور شد که در شهر آلماتی که بزرگترین شهر قزاقستان و پایتخت اول ازی است، یک شهر چند میلیونی است، در اینجا ناگهان مردمی که در اطراف زندگی میکردن یک تعداد زیاد از اینا به شهر سرازیر شدن و در شورش ها در حدود 3000 نفر حتی گفته میشه که تعداد زیادتر هم بوده اینا آمدن و اینا چی کردن؟ در یه بیشتر عناصر رهزن و چپاولگر و تاراجگر و شرور اینا بودن که شروع کردن به چور چپاول، بانک ها را غارت کردن و شورش ها را غارت کردن و یعنی یک شورش بسیار همطور چیز را به پار کردن اینا غیر منتظر را. اما حوادثی که به تاریخ 5 بعد از ظهر رخ داد این دیگه ماهیتاً از این حوادث روز دیگه فرق داشت. در این ما عملاً با یک اقدام مسلحانه ضد دولتی روبرو هستیم درست؟ حالا ما ببینیم که دلیل از این چیز چرا این ناگهانه یک چیز رخ داد. ببینیم بعد از اینکه شورش ها رخ داده به تاریخ های 2-3 و حتی 4 در اینجا وقتی که آقای توقایف دید که مقام امنیتی خبر داشت و حوادث رو میتن مثلا در شهر آلماتی و یه پنهان کرده بودن از رئیس جمهور، این ناگهان برای شفته شد و در اینجا این یک فرصت بسیار طلایی به وجود آمد که ناگهان
تمام اشخاص هوادار آقای نظربایف بر کنار شد و در حقیقت یک نوع کودتای سیاسی صورت گرفت. خب هنوز معلوم نیست که یک نوع کودتای سیاسی آدم بتونه بوده یا نه. یک ادم میگن که خود آقای نظربایف دید که وضع بسیار خراب شده و نمیخواست که مسئولیت تاریخی را به گردن بگیره، اونم در روزهای پایانی عمر سیاسی خود کش خودش اقتدار کاملا به آقای توقایف سپرد. یک ادم میگن نه، آقای توقایف کوشش کرد که این از این وضعیت استفاده کنه. ناگهان تمام افراد و اشخاص مربوط به آقای نظربایف و کنار زد. یعنی همین آقای کریم مسیموف که در گذشته دو بار صدر اعظم بود و رئیس امنیت ملی بود، و هم آقای سمت ارگشه که برادرزاده آقای نظربایف بود، ایران پس کرد و تمام کسای دیگه را که در حقیقت و خودش مهمترین گپ است که خودش در رأس شورای امنیت ملی قرار گرفت. نظر به قانون اساسی آقای نظربایف به صورت مادام العمر باید تا پایان زندگی رئیس شورای امنیت ملی باقی میموند، ولی آقای توقایف ناگهان اعلان کرد که ما از این بات خودم ریاست شورای امنیت ملی را به گردن گرفتیم. خب بدون از اینکه توضیح داده شده که آقای نظربایف استعفا که مربی کرده یا ایست که آقای توقایف سپرده یا ایست که بنابان ریزی دقاره یا ایت چیز معلوم نبود، درست؟ و در این اطور استنباق میشه در همین حادث روز دوم اینمی افراد اشخاص نزدیک با نظربایف که اینمی برادرش بود که اینمی اسامت و آقای غیرت سالتی بیلده اینا گویا که اینا در ایست که مسلمان در سازماندهی ای تحرکات داشتن یا ایست تحل زمین آسازی کردن به این کار. ببینین چند حال سر افتاد، کسانی که روز به این تاریخ 5 بعد از ظهر به شهر آلماتا حمله کردن شمارش تا 20,000 نفر میگن. دو، اینا افراد اشخاص مسلح بودن، اینا آمدن فرودگاه شهر آلماتی را به دست گرفتن. ببینید چیزی بسیار جالب است که اینا آمدن مرکز کاجیبی قزاقستان در شهر آلماتی تصرف کردن. شما ببینید وقتی که امنیت ملی کشور که دارش که اساس ترین است که بدست، خب یعنی اگر از درون ساخت و بافت نمی بود و یا زمین سازی و همدستی نمی بود چیزی هیچ امکان نداشت که رخ بدن، درست؟ البته سر از یا میرن که خود ساختار امنیت ملی قزاقستان بسیار ساختار ضعیفه بوده، درست؟ و از طرف دیگه کاخ سابق ریاست جمهوری، یعنی کاخ است که شما دیگه عکس میبینین که آل در حقیقت ساختمان شهرداری شهر آلماتی است. آتش زده شده این ایره، بله ایره میگرن و یک تعداد زیاد پاسگاهی پلیس و این موضوعات و سلاح پخت میشه و اینجا ببینین گروه های مختلف دیگه وارد عمل میشن. از یک طرف بعض باندهایی که قزاقی هایی که در گذشته در جنگ سوریه اشتراک داشتن و آمده بودن و بعد شبکه های مخفی زیرزمینی را در اینجا تنیده بودن، اینا از ولایت دیگه مخصوصا از ولایت جامبول یا تراس و یا مناطق جنوبی خود آلماتی و اینا میان، یا مثلا بعض خب این عناصری که مردم عادی که نارضایتی داشتن از وضعیت اینا تظاهرات میکردن هم در این جمله بودن و عناصر شرور و چپاولگر و غارتگر هم بودن، ولی عناصر مسلح و در بین از اینا مثلا بعض عناصر اسلامگرا این دخل این نواسه آقای نظربایف بود که چند وقت پیش در لندن شد، احتمالا دو سال پیش کشته شد که وقتی پدرش به سویس کشته شد این با مخالفت با پدر بزرگ خود این دختر خانم دریغه کشته شد، بله از منظر افت از آپارتمان بسیار لوکسی که در لندن خریده شده به صورت ناگهانی پایین انداخته شد که یک دیگه گفتن خودکشی کرده اما یک دیگه می گفتن که نه توسط بعض اصلاح استخباراتی، بله. خب بله ببینید یک چیزی که من بر شما کنم که در یک چیزی که برای من بسیار جالب است است که یک کسی بود به نام امیر موسایف. این آقای امیر موسایف در گذشته هم رئیس کاجیبی قزاقستان بود و در عین حال رئیس امنیت شخصی رئیس گارد آقای نظربایف بود. اینمی آدم فعلا در کشور بلژیک زندگی میکنه. شگفتی برانگیز است که
یک نفر امنیتی که قطر اطلاعات در دست داره به هیچ صورت اینو نباید اجازه بدن که در خارج از کشوری به کشور دیگر یا پناهنده شه یا دوی زندگی کنه، به خاطر که تمام اسرار نظامی و اسرار اطلاعاتی کشور در دست داره. این خودش یک شگاف اطلاعاتی رو به وجود میاره. ولی در همین اواخر ما تو فکر میکنم که اختلافات یعنی از چند ماه به این طرف بسیار شدید شنیده میشه، حداقل از 6 ماه به این طرف که اختلافات بین آقای توقایف و آقای نظرباف فوق العاده زیاد شده بود و آقای نظرباف احساس کرده بود که پوتین بیشتر طرفدار آقای توقایف است. درست؟ بنابراین آقای نظرباف دو کار کرد که زیاد خوش مسکو نمیامد. یکی از این کارهای تو بود که در گذشته یک چیزی بود به نام شورای کشورهای ترکی زبان. با ابتکار و پیشنهاد آقای نظرباف یک اتحادیه کشورهای ترکی زبان به وجود آمد که بخواست خودش در رأس ازی باشه و قزاقستان کشور مرکزی باشه و اینمی در واقع شهر ترکستان که یک منطقه بسیار کوچک بود ایره به اوبلاست یا یک منطقه تبدیل کرد، منطقه ترکستان ایره میخواست که به مرکز توران بزرگ و ترکستان بزرگ تبدیل کنه و این یک زنگ خطر به مسکو بود و از طرف دیگه روابط قزاقستان با چین بسیار زیاد ساخت و مخصوصا آقای کریم مسیح بابا که روابط نزدیک با چین داشتی در رأس در حقیقت دستگاه امنیت دولتی قزاقستان گماشت. این دلیلشی بود که آقای نظرباف فکر میکرد که تمایل مسکو با آقای توقایف بیشتر است. اگر متوجه باشین در امی ماه آخر ماه دسامبر در امی کنفرانس که در سان پیتربورگ بود می‌بینیم که آقای پوتین بسیار به نظرباف توجه بیشتر داره. باز از دیگه آقای نظرباف دیگه در رسانه‌ها دیگه هیچ ظاهر نشد و معلوم نشد که چی شد. درست؟ و فعلا هم هیچ سرنوشت معلوم نیست. اگه دارم میگن داخل قزاقستان است، اگه دارم میگن چین رفته، اگه دارم میگن که دبی رفته، هیچ معلوم نیست. ولی به هر حال آنچه که مسلم است نزدیکانش همه تقریبا به خارج رفتن به استثنای یک نیمی صمد ارگش گفته میشه که ایره بازداشت کردن. به هر حال یعنی ما شما اتون براتون عرض میکنم که به هر حال آقای توقایف وقتی که دید که کشور در یک حالت بسیار زیاد خطرناک قرار گرفته و خطر بسیار بزرگی که قزاقستان تهدید میکرد این بود که اگر دودستگی در بین نیروهای مسلح رخ میداد یعنی ارتش قزاقستان پلیس و دستگاه امنیت دو بخش میشد و اینا درگیر جنگ داخلی میشدن این بسیار خطر بزرگ بود. متوجه شدید؟ بله. مخصوصا که قزاقستان در حدود 100,000 نفر نیروهای مسلح داره که 60,000 نفر ارتش میشه و در حدود 20,000 نفر هم نیروهای امنیت ملی است و تعداد زیاد گارد ریاست جمهوری و نیروهای پلیس و بگیر نمان همیشه که جای کنین در حدود 100,000 نفر میشه و در اختیار از اینا بسیار سلاحهای مدرن هم هست از جمله موشکای 300 و هواپیماهای میگی 29 و سی و بعض دستگاه های رادار بسیار پیشرفته و تجهیزات دیگه و مخصوصا بنابراین آقای توقایف مصلحت دهی دید که از ODKB یعنی پیمان امنیت دستجمعی کمک بخواه. خب در اینجا طبعا سخن اول روسیه میزنه و این نیروهای ODKB در حدود 15,000 نفر است که فعلا تصمیم به این گرفته شده که در حدود 2,500 نفر جلوتن روان شده و این تا 3,500 یا 3,600 نفر هم میتونن بالا ببرن و این بسیار مهم است به خاطر از اینکه یک تعداد از اینا باید در پایگاه بایکونور میامدن که در اونجا طبعا دستگاه های بسیار پیچیده کیهانی در اونجا است و بعض معادن یورانیم به خاطر از اینکه یورانیم به دست گروه های اسلامگرا رفتن و در عین حال امی پایگاه های موشک های پدافند هوایی 300 و فرودگاه هایی که در اون هواپیماهای جنگی پیش رفتن مثل سوسی یا میگ 29 و این چیزا است و در عین حال فرودگاه های مهم کشور مثل آلماتی و آستانا و اینا یعنی در مناطق استراتژیک بله ایره جای به جای ساختن. حال سوالی است که اوضاع فعلا طور معلوم بشه که خطر یعنی رفع شده یعنی خطر اصلی رفع شده و در حدود 4,000 نفر دستگیر شده که در بین از این عناصر تندرو هم هستن، عناصر اسلامگرا هم هستن، عناصر پانترکیست هم هستن و تعداد زیاده از هوادارهای آقای نظرباف هم هستن. طبعا عناصر نامطلوب و شرور و در واقع رهزن و اینا هم هستن. خب البته یه جنگ تبلیغاتی و جنگ روایت ها و در حقیقت جنگ
روانی هم روان است. خب یعنی بعضی از موافل و علاقات در غرب در زیر پشت پرده دست روسیه را میبینند، چون بیشترین بهره را روسا گرفتن از این مسئله. روسا و خود دولت قزاقستان طبعا انگشت اتهام به طرف غرب میگیرند، کمایی که در بسیاری از رویدادهای امانند مثل انقلابات نارنجی که در قزاقستان شده، در اوکراین شده، در گرجستان، خواهی نخواهی در اینجا غربی ها به پیمان های مختلف دست داشتن و یک دم ترکیه را متهم سوزن در بعض شکلگیری بعض حوادث و اینا. خب صرف نظر از این که این حوادث چگونه روی داد، من فکر میکنم که امروز هم بسیار موضوعات در پرده از ابهام است، بسیار از روزها هنوز افشانه شده، ولی من فکر میکنم که تا تاریخ 15 جنوری با گذشت هر روز رخدادها بیشتر روشن خواهد شد. چند چیز مسلم است. یکی که بازگشت روسیه، یکی نیروهای پیمان امنیت دست جمعی در قزاقستان آمدن یک فکت است. احتمال از اینکه اینا دائمی اینجا بمانند بسیار زیاد است. و از طرف دیگر خود آقای توقایف در حقیقت یک نوع مرهون حمایت پوتین شده و این مسئله نیست که به سادگی فراموش شده، و او خوب میفهمه که بدون حمایت پوتین نمیتونه که در واقع در آینده در اینجا با مشت آهنی و با صلابت فرمان روایی کنه. در پولیزی چند حادثه دیگه هم است. اولا خب شاید یک چیز مثبت باشه که برگشت امریکایی‌ها را در افغانستان سرعت می‌بخشد. دونند این که طالبان زودتر از بین برن و امریکایی‌ها بازگردن در افغانستان. بخاطر چی؟ بخاطر اینکه جمهوری‌های آسیای میانه در گذشته فکر می‌کردن که در پشت ما یک کوس و قزاقستان یک کشور باثبات است و هیچ گونه تهدید ما را از پشت سر تهدید نمی‌کنه، و یک گونه تهدید از نواحی افغانستان است که مواد مخدر هم از جنبه و تروریسم هم از جنبه و داعش و هر بلا هر فساد که از این طرف است. ولی اینا وقتی که یه حوادث دیدن ناگزیر میشه که اینا حضور دراز مدت و نیرومند روسیه را بپذیرن. چیز دیگه که بسیار جالب است است که چین هم ناگزیر میشه که در محاسبات آینده هر نوع تعاملی که با کشورهای آسیایی میانه میکنه با هماهنگی مسکو کنه، کمایی که سرمایه گذاری های 200 میلیارد دلاری چین کلش تا یک اندازه زیر سایه تسلط روسیه میره، این پایپلاین های گاز که از ترکمنستان کشیدن، یا مثلا این پایپلاین هایی که از قزاقستان کشیدن، یا سرمایه گذاری های عظیمی که اینا در ازبکستان و قزاقستان و ترکمنستان کشورهای دیگه کردن. یعنی همین پروژه یک کمربند و یک راه چین بسیار زیاد زیر سایه روسیه قرار میگیره. این دو مسئله است. خب خواهی نخواهی نقش غرب کاهش پیدا میکنه، نقش غرب کاهش پیدا میکنه در قزاقستان با توجه به اینکه نفوذ روسیه افزایش پیدا میکنه. خب طبعا به هر پیمانی که نفوذ روسیه زیاد شد، وزن مخصوص غرب کاهش پیدا میکنه، طبعا نقش ترکیه هم تضعیف میشه، به خاطر از اینکه خود نفوذ پان ترکیزم و همچنان پان اسلامیزم خطر بسیار بالقوه و منافع امنیت ملی روسیه شمرده میشد، و این موضوع است که در قزاقستان ما ایره شاهدش باید خواهیم بود. و چیز دیگه که هست، بخواهیم یا نخواهیم آقای توقایف مجبور میشه که بعض اصلاحات بیاره، به خاطر از اینکه امی خود دوره اوتوریتاریسم یا اقتدارگرایی بیش از حد به درازا کشید. اطراف به نظر من بسیار خوب می بود که اگر امی روند گذار به دموکراسی یا روند دموکراتیزاسیون کشور اگر 10-12 سال پیش شروع می شد، این بسیار به سود قزاقستان و خود آقای جناب آقای در توضیحات تان می خواستم یک سوال بکنم که در می سه دوره را که شما دوره ریاست جمهوری نظرباف را تشریح کردین، اینجا کدام اپوزیسیون بسیار قوی و نیرومند وجود داشت یا یک رژیم توتالیتر مثل گذشته ها بود و اینجا اصلا صدای خود را کس کشیده نمیتونست؟ بود، اپوزیسیون بود، اپوزیسیون داخلی. حالا مثلا اگر شما ببینید در افغانستان آقای کرزی در قدرت بود، ولی مجاهدین سابق و حتی چپی های سابق در نهایت در اپوزیسیون داخلی بودند. یا همیشه در این دوره آقای کرزی غنی آقای کرزی در اپوزیسیون بود، ولی اپوزیسیون داخلی یعنی اپوزیسیون داخل رژیم. اپوزیسیون خارجی بود اما بسیار ضعیف، او هم کسایی بود که از پیکره رژیم جدا شده بودن. مثلا یک صدر اعظم سابق بود که او خود کاندید کرده بود علی آقای نظرباف و بعد از او به خارج رفت، و بعد از او یک جوان دیگه پیدا شده بود به نام نمیفهم چی بود نام از او، یادم رفت، حالا یلباز هست چی بارست که فرانسه رفته بود. او یک جوان بسیار یعنی چیزی بود که یک مدت او را باعث
رئیس منابع انرژی مانده بودن، باز رئیس یک بانک بود و یک مدت بعد از او را زندانی ساختن به خاطر بعض سوء استفاده های مالی، و بعد از او گریخت به اوکراین رفت و در اونجا اعلان کرد که من رهبر اپوزیسیون هستم، و بعد از او رفت به فرانسه، و ولی از نفوذ چندان برخوردار نیست، فقط او خودش کوشش میکنه که خود بسیار بزرگ نمایی کنه. ولی خب اپوزیسیون در اون خاندانی و نمو داماتش بود که در سوئیس کشته شد و همی نواسش هدف ما بود. هدف ما او را توضیح کردن، هدف ما ای بود که ای خب اپوزیسیون داخل افغانستان همون ما و شما با چشم خود دیدیم که یک شیوه بسیار خاص عجیب و غریب بود که هم در دولت در چور شریک بود و هم بازم چور و دزدی را اما انتقاد میکردن. هر کارمند دولتی، هر کسی که در حکومت چوریزم زیها هر دو زی اینا آمدن، هر کدامش که میدیدن فکر میکن که نمی شریفترین انسان است که به یه چور نکده، در حال که بیشترین چور نکده بود. هدف ما چور خودتون بود که در افغانستان از اون اصل قضیه دور نشیم. چور یک در کشورهای شرقی یک چیز پدیده عام است. اگر شما میل برین مثلا در ایران یا مثلا برین در آذربایجان یا در هر جای ازبکستان، در هر جایی که برین در نمی یا اوکراین این کشورهای پسا شوروی اینا، چور یک پدیده طبیعی است. اما یک چیز دیگر هم باید بگویم که در هر رژیم کوشش میکنن که همی اقتدار مالی را در دست خود و پیرامون علاقات اطراف خود بگیرن. بسیار غیر منطقی خود بود که اجازه بدن که اپوزیسیون به این منابع دست بیافته یا کسان دیگه که تصادفی هست. یعنی هدف ما آقای آرنفر به طور مثال یک حزب نیرومند قویه که بتانه به ضد نمی فسادها مثلا صدای خود میکشید ایگه پا چون این چیز نه اعضاب نامنهاد بودن، اعضاب بودن که مثلا به شکل اپوزیسیون رسمی ولی بسیار ضعیف که میخواستن که نظام پارلمانی بر مات خود مات و نامش اول شیاد رفته با رهبر از ما یک ملاقات بسیار کوتاه داشت و پرسان که دیدگاه شما چی است و دنبال میگفتن که ما میخواستیم که ما میخواهیم سیستم پارلمانی در قلقستان ما زیاد منظور من چیز دیگر است. چپ نمیگم که آره سرخ نشان ندیم خدا که این یک چپ اپوزیسیون قوی که بتونه عدالت خواه باشه و... نه بعد ببینید جنبش های بود، یعنی مثلا مردم خواستار دموکراسی بیشتر بودن، خواستار مشارکت بیشتر بودن، خواستار مبارزه با فساد اقتدار خاندان نظرباف بودن به هیچ شکل تردید نیست. با گفتم در 10 سال اول مردم بسیار زیاد هوادار نظرباف بودن، بسیار از این حمایت میکردن، از این بسیار زیاد طرفداری میکردن به خاطر از اینکه ثبات کشور حفظ کرده بود و نگذاشت که کشور مثلا رقم قرغیزستان یا بعضی یا اوکراین یا گرجستان دچار یک بحران بسیار عمیق شود و کشور به طرف ثبات پیش برد. در دهه دوم به هر حال رشد اقتصادی بود، ولی با گذشت زمان مخصوصا که وقتی که کردیت های کشورهای غربی شروع شد و یک سرمایه بسیار بزرگ در اختیار بانک ها گذاشتن و رئیس های از این بانک ها بیشتر از این پیرامونیان آقای نظرباف بود، اینا شروع کردن به ثروت اندوزی و زر اندوزی. یعنی وقت بود که آهسته آهسته کار خراب شد، درست؟ و در دهه سوم کشور به جای از اینکه به طرف دموکراسی برن به طرف شاهی شدن رفت، یعنی به طرف خاندانی شدن رفت. این یک روند بسیار مرکز بود. یعنی من میخوام یک چیز دیگر بگم که بفرمایید که بسیار مهم است که آقای توقایف مجبور است که در ساختار دولت و در قانون اساسی تغییرات بده، مخصوصا انتخابات ارگانهای محلی قدرت یک چیزی است که خواست مردم است، درست؟ مردم میخوان که والی و علاقه‌دار و ولسوال و شهردار از خودشان باشند. دیگه یکی گماشتن از که همیشه یک نفر از مرکز همه را بگو ما را این در افغانستان هم مراتجی منفی از دیدیم و در قزاقستان هم یک درس است که درس عبرت است که از این باید گرفته شد. خب یعنی در کل اگر باید جمع بندی کنیم بازم با تکرار میکنم که نفوذ روسیه در قزاقستان و نه تنها در قزاقستان بلکه در کشورهای آسیای میانه در کل افزایش پیدا میکنه به دلایل امنیتی و به دلایل مختلف. یک، نفوذ چین تا یک اندازه زیاد تحت کنترل قرار میگیره، نفوذ غرب کاهش پیدا میکنه و نفوذ ترکیه هم کاهش پیدا میکنه، درست؟ و خب با توجه به اینکه روسیه در یه آخر بسیار کوشش داره با ایران نزدیک شود، به گمان غالب نقش ایران هم در کشورهای آسیای میانه افزایش پیدا خواهد کرد، کما اینکه ایران جزء یعنی اتحادیه یوروزای سال. ولی چیزی که مهم است، خب من فکر میکنم که دیگر عصر خاندان نظرباف به پایان نزدیک میشه و ای که آقای توقایف
چی برنامه های دارن روز معلوم نیست، ولی وعده بعض اصلاحات داد. ولی شخصا من با شناخته که دارم از آقای توقایف، یک آدم بسیار حلیم، یک آدم بسیار بردبار، یک آدم بسیار دارای یک دید وسیع و یک دیپلمات بسیار ورزیده است. یک مدت زیاد ای اصلا در مسکو تحصیل کرده بود در رشته روابط بین الملل، ولی ای که یک مدت در حقیقت معاون شورای امنیت سازمان ملل متحد بود، ای یک کرسی بسیار کلان بود و بعد از یک مدت زیاد وزیر خارجه بود. یعنی یک دیپلمات است که در مسائل منطقه، مسائل جهانی و موضوعات روز بسیار زیاد وارد یعنی است. میتونه که منج کنه و کنترل کنه و یعنی یک شخصیت است که با شایستگی همیزی رو هم داشت و خود نظرگاه من میره تشخیص داده بود که ایره به جای خود آورد. ولی خب متاسفانه من اینطور فکر میکنم که مشکل اصلی با شخص نظرباف نیست، بلکه با اینمی اطرافیانش، با دخترش، با داماتایش و اینمی اعضای خاندانی. یعنی یک کشمکشی در خاندانی با وجود این روابط آقای توقایف و نظرباف طوری بود که مثل روابط پسر و پدر و بسیار مورد اعتماد بود. واقعا یک شخصی است که آدم میتونه سر از اعتماد داشته باشه. این آقای بسیار دارای کاراکتر عالی و یک شخصیت قوی و نیرومند است و همچنان از اعتبار بین‌المللی برخوردار است. ولی خب این که در این کشمکش ها ناگزیر شد که از حمایت روسیه بهره مند شود، این هم در سیاست یک چیز طبیعی است، خصوصا که قزاقستان در بین چین و روسیه در قدرت بزرگ افتاده بود و طبعا در این کشمکش ها آقای نظرباف متوجه شد که پوتین چند آدم آینده نگر است. رئیس جمهور جوان بیشتر تمدد داشت تا با یک شیخ فانی که در حال رفتن است. این روسای را او خدیه شیخ فیگور میگن، یعنی که یک موقعی در حال رفتن دیگه. به این خاطر به هر حال قزاقستان یک کشور بسیار مهم است و موقعیت فوق العاده اساس ژئوپلیتیک داره. رقابت روسیه و چین کماکان ادامه پیدا خواهد کرد و با گمان غالب امریکایی ها ناگزیر هستند که هرچه سریعتر دوباره پس به افغانستان برگردند که در این بازی بزرگ در آسیای مرکزی که گنجینه های بسیار عظیم داره و من فکر نکنم که امریکایی ها از دور که مای خورند در ایفان و من نظاره کنند که این مناطق بزرگ در بین روسیه و چین باشه و اینا نظاره کنند. به این خاطر من فکر میکنم که یعنی این روند بازگشت امریکایی ها را در افغانستان تصویر میبخشه و امیدوار هستیم که این بار امریکایی‌ها اگر اشتباهات گذشته رو تکرار نکنن و کوشش کنن که زمینه را برای وجود آمدن یک دولت فراگیر ملی در افغانستان فراهم بسازن که در اوج انحصارگرایی نباشه و قدرت در دست افراد اشخاص دست نشانده مثل آقای کرزی یا آقای غنی نباشه که کشور دوباره پس به یک مصیبت دچار نشه. دیگه من فکر میکنم که از تجارب تاریخی باید آموخته باشن و اگر نآموخته باشن هر که ناموخت از گذشت روزگار ایش ناموخت از جناب بله جناب فرس پاسگزار هستم. بیننده های عزیز اگر متوجه باشند که حرف هایی که تا بال دمی چندین برنامه با آقای آرلنفر داشتیم، حسن کار ما دایی بوده که به نحو از انها یا به یک شکل شما میبینین که حتی تصور کنین در ذهن ما و شما اصلا خطور نمیکرد که حادثه های یا رویداد هایی که در قزاقستان اتفاق میفته سر افغانستان هم تاثیر خود داشته باشه. و جناب آرلنفر اون تاریخش هم گفت با تمام توضیحات نقش روسیه چین، اما یک ضرب المثل بسیار عامیانه است که میگه شر بخیزه که به خیر ما باشه، ای کاش که همتر شوه و یک حالت بعد افغانستان که ما را زیر شمشیر همی قصاب فیلی نجات بده و زیر سلطه آیسای پاکستان و قطر و اینی کشورها. چرا اشغال خود هر حال اشغال هستیم، ولی دم اشغال هم یک الترناتیف وجود داره که یک اشغالگر با فرهنگتر، یک اشغالگر پیسدارتر، یک اشغالگر که خوب منج کنه. یک چیز دیگر رو من خدمت شما آرلنفر صاحب بگویم، تا جایی که ما از تجارب شخصی خود در ایالات متحده امریکا و نارت امریکا که میگن در امی دو کشور کانادا و امریکا داریم، ایست که امی سرمایه یک خصوصیت داره همیشه، هم از لحاظ دید سیاسی ببینن هم از دید اقتصادی، که کوشش میکنن که با یک پول کم یا با یک سرمایه گذاری کم منافع بسیار کلان با دست بیاره. ارزش این خاصیت سرمایه است. بله همین خاصیت شد در افغانستان هم من تصور میکنم همینطور است. من تصور نمیکنم که افغانستان از دست امریکایی خطا خورده باشه. من
چندین سال قبل گفته بودم آل خدمت شما، هم باز میگم که برای یک امریکایی تو تصور کنین یک سرباز امریکایی را برای 10 سال اگر تصور کنین که افغانستان میره و پس میه، اگر کشته شوه یا زنده به، در هر حالتش کم از کم 1 میلیون 2 میلیون دلار امریکایی مصرف شده. مصرف بله نه؟ ادار یک سرباز طالب در 10 سال باور کنین که سر از او بسیار ناز بتنون را و 10 هزار دلار مصرف گفتیم مردم ما اینجا دارم کفایت میکنم آمیانه ما و شما که هر شب او را مرغ پلو بتن 10 هزار مصرف نمیشه و اینی هم بسیار مهم است. اما امیدوار هستیم یک رای پیدا شود که خب اینجا بحثی است که اینجا ما فکر میکنم که اگر ایالات متحده آمریکا بخواهد که در افغانستان حضور داشته باشد، بهتر است که این زیر چتر سازمان ملل باشد، نیروهای آیساف دوباره تقویت شود و در افغانستان یک دولت روی کار باید که یک دولت بی‌طرف باشه و در عین حال یک دولت باشه که فراگیر باشه و همه شمول باشه، کارهای قاعده وسیع باشه و دیگر نه بازگشت به دوره آقای کرزی و آقای غنی در افغانستان دوام میکنه و نه ادامه حالت فیلی. ما امیدوار هستیم که اینمی مورای سوخته که میگه اینمی را باز دوباره یا نبرن، برای از اینکه دیگه باز افتضاح چی که افتضاحی بیشتر نمیشه. جناب آرنفر یک دنیا سپاسگزار هستم. یک تعداد دوستا فکر کنم اینجا ناوقت شو شو یک تعداد هستن اینجا. خب اینجا آقای عبید فخری هست تشریف دارن، یک تعداد اینجا فیسبوک با تاسف نشان نمیتن. جناب سخیرات بسیار نظریات خوب نوشته کردن اینجا که با تاسف باشم که من عینکای من بانم که دیده نمیدارم. خب اینجا گفتن به نظر من تمام قدرت دولتی به دست خاندان نظربایف در مدت 30 سال و همچنان و اندوختن ثروات زیاد توسط این خاندان باعث این تظاهرات و نارضایتی مردم شده است. همین چیزی را که شما دیگه تشریح کردید. بله به هر حال من فکر میکنم که اگه حرفای دیگه نباشه برنامه خود ختم میکنیم. بله شما را خب من خب یه روز است، روز خوش براتون آرزو میکنم. یکونیم ما هم یه شب است دیگه. دیگه بسیار خوش شدیم که بعد از یک مدت غیر حاضری والله خدمت شما دوستا بودیم. بسیار بسیار آموزنده و جالب که ما در رابطه با جغرافیای منطقه جیوپولیتیک بگویمش که ساده تر بسازیمش، بسیار معلومات دست اول را از شما میگیریم. تا حالا امیدوار هستیم که به زودی هم آقای یاسین بیدار را بیاریم در رابطه با خط دیورند، حرفاشان ناتمام مانده، هم شما هم در رابطه با جیوپولیتیک ترکیه که وعده کرده بودید بله بله در نزدیک صحبت بکنید. یک دنیا سپاسگزار هستم از شما، سپاسگزار هستم و بازم سپاسگزار که شما را داریم با خود و قربان شما زنده باشین، لطف میکنین. بیننده های عزیز، ای بود صحبت ما با جناب عزیز آریانفر، نویسنده، مترجم و تحلیلگر روابط و رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان. قابل یادآوری است خدمت شما باید بگویم که 177مین برنامه ما بود امروز و فردا جناب بسام 178مین برنامه را از امی پندارها و گفتارها خواهند داشت. از حضور تک تک شما سپاسگزار، از جناب فریدون فرید که با یک عالم حوصله‌مندی زحمت میکشند و اینجا هستند، کنترل ما میکنند به اصطلاح و کار بزرگ انجام میتن، سپاسگزار هستیم. شب و روز شما شاد.